سلام، به صبح زندگی یک بار دیگر خوش آمدین. امروز دوشنبه و ما کارت سخی شهر کابل آمدیم. می خواهیم اولین گزارش برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا را به گونه زنده از این منطقه داشته باشیم. منطقه کارت سخی یکی از مکانهای خیلی شناخته شده شهر کابل است. بارها از اینجا آمدیم گزارش کردیم. بارها یادآور شدیم، گفتیم روزای نوروز وقت شما بیاین جای پای ماندن در این مناطق نیست، حتی سر قبرا همچنان رای پای ماندن نیست. وقت جنده سخی بلند میشه شما دامنه های کوه ها را وقت ببینین، مردم حتما اونجا سر بامبای مردم بالا شده و یا در کوچه ها نشستن، میبینن که جنده چگونه بلند میشه. سر دیوار و درختی که داخل خود روزه وجود داره، اونجا همچنان مردم خصوصا بچه های جوان بالا میشن و دیدن یا بلند کردن جنده سخی را وقتی میبینن برای زنا خیلی زیاد لذت بخش است. اسپک های چوبی، گازگازک ها به خاطر کودک ها که در اینجا در نظر گرفته شده، این هم یک موقعیت خاص است. وقتی فامیلا یا خانواده به خاطر زیارت کردن میآیند، دو چیز خیلی زیاد مهمتر است. یکی ای که کودکایشان اینجا گازگازک میخورن یا از اسپکای چوبی استفاده میکنن. خب در گذشته ها چیز به نام اسپک چوبی بود که تا هنوز هم او نامش باقی مانده، مگر او اسپکای چوبی آل به گونه های مختلف دیگه ساخته شده. یعنی او زمان اسپکای چوبی از چوب ساخته میشد، صرف امو آهن یا امو دنده که از قسمت یا فرمی که از قسمت بالا تا پایین خود اسپک را میساخت که سر اسپک تفلک ها میشیش، ای باید فلز می بود. ای باید فلز می بود به خاطر از اینکه مقاومت از او را بلند می ساخت، چون چوب آنقدر مقاومت نداره. ای که وقتی یک چند افغانی منحیث جایزه منداخت، هر کس تلاش میکرد وقتی تاو خوردن او جایزه را بگیره، ای هم خاطره بسا فراموش ناشدنی است بر هر فردی که یک بار حداقل آمده به زیارت سخی و یا به این منطقه گذر کرده، او هم در روزای نوروز. گفتم دو موضوع بود، یک موضوع گازگازک ها یا اسپک های چوبی بود و یک یومی وقت خانواده به خاطر زیارت کردن می آمدن، شورنخود باید نوش جان می کردن. شورنخود یکی از غذاهای محلی افغانستان، یکی از غذاهای محلی افغانستان، هر کسی که به زیارت سخی می آمد حتما از شورنخات این منطقه نوشجان می کرد، که شورنخات هم در این منطقه کسان جور می کرد که اونا مهارت خاص داشتن. امروزه شورنخات در هر بخش کابل فروخته می شه، مگر هم او شورنخاتی که در روزه سخی یا در قسمت های کارتی سخی به فروش می رسید، او رقم شورنخات هر کس در سطح کابل نمی تانست که جور بکنم. کاکا سلام، صبحتان بخیر، چطور هستین؟ قرار خیر. فکر میکنم از این منطقه هستین. جان آسر، حدوداً چند سال میشه؟ 63 سال میشه. خیمیال از دل ما آمدید. جاست یک شعر براتون بخوانم؟ انشالله که شعر دیگه همون تو اصلاح شده است که باز مرا لط نکنند در تلویزیون. این باشه پیش خودم باشه دیگه، این سلایم است. بسم الله علیم. افزون زی 20 سال بود جنگ در وطن، ملت کشیده درد و مصیبت و محن، و ایران شده است و باغ به هجرت کشیده پر، با استراب دلخوره مرغان گون چمن، گرگان لاشخور خوردن از برای هوای نفس، خوردن خود کودک و مردا و زن. هرگز کسی نگفت زی دنیای مسلمین که جنگ نارواست به فرمان ظلمنن، قرآن سری گفت در جنگ مسلمین که باید صلح طرح نماید انجمن، ملت تباه گشته و پاکستان نظارگر، روز جزا یقین که تو را بگیرد یخن، ظلمی که شده است در ملت ما در همه جهان، مانند آن کسی ندید در هیچ قرن، ملت کند حکومت خیش انتخاب، نابرگزیده هر کس رزن، باید که مسلمین جهان از رای صواب، بیرون کند ملت ما را از این جنگ. السلام علیکم و رحمت الله علیه. خیر ببینید گوگو که میخیم همین تو دردای دل ما را همین هوای دل ما را کشید، مثل دیگ بخار واره میخیم تو آرام شدیم. تشکر. خانه گفتین همینجا؟ جان هم اینجاست. من پیشتر یک ذره پرگویی کردم، بله، گفتم کسایی که خصوصا در نوروزا، بله، یک دفعه هم به زیارت سخی آمده، دو چیز بسیار زیاد برشان مهم بوده، بله، که هیچ وقت فراموششان نمیشه. بله.
یکی از اسپکای چوبی آل فلزی جور شده بله. یکی از اسپکای چوبی که بوده این منطقه حتما بله. تفلکایشون یک دفعه زو گاز گازکا بله. یا دو اسپکا سوار شده بله. و یکی هم شورنخوت که در اینجا وجود داشت بله. این فراموش نشدنی است برای مردم ها دائم صاحب اینجا وقتای آل خو یک کمار چیز سابق بسیار یعنی می استکان می آمد اینجا گازکا بودن شورنخوت بودن دیگه یک تفریح بسیار آزاد بود صاحب دیگه مگر حالا با اون بله. وقتا یاد ما کم کم میاد بله. وقت جنده سخی بلند میشد بله. مردم در درخت ها بالا میشدن به بله. خاطر از اینکه ببینن بله. چقدر جالب است برشان بله. در داخل از این کوچا در دامنه کوها مردم جمع بله. میشدن بله. بله. وقت جنگ آدم بله. کشی برچه کشی چاقو کشی بله. در نیم شب راگیری این دیگه پایش اصلا نبود بله. بله. هیچ نبود مگر حال متاسفانه که سه برادر این حالا شما باید خانید بری بله سبا چطور وضعیت امنیت در این روزا؟ خوب است. میگه چنین گفت نگزاد که رحمت بران تربیه نگ باد. میازار موری که دانکش است که جان نادر جان خوشش خوش است. برای مرچه هم سب یک زدت زندگی برش خوش است خب؟ این باز انسان ها فرق میکنه. انسان ها رخوبانه. فرق میکنه سب ها. کجا میرین بخیر چی کار میکنین والا وظیفه دیگه نیم آزاد کاریست یک ذره دمی کتی سنگی هم اونجا یک سبزه و دیگه اونجا کار میکنیم برای سبزی کاری بسیار تشکر معلم بودیم باز از لیسه عبیوه فارغ شدیم دیگه باز سه بال تقاوت کردیم فعلا شاگرد استاد شادکام بودین یا هم دوریش هم او زمان سب اینمی دانشیار سب دو تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.